زنان و مردان شریف ایران زمین با اولین بخش امروز با شما هستیم. انفجار شب گذشته در اسفهان و شهر ری تایید شد. ورود و 35 قبل از مشروع این اخبار از شما یاران کانال می‌خوایم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم انفجار شب گذشته در اصفهان و شهر ری تایید شد ورود اف 35 به دنبال انتشار اخباری در شبکه های اجتماعی و برخی از رسانه های داخلی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در اسفهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا هر گونه حمله خارجی در شهر اسفهان را تکذیب کرد. در اولین ساعت بامداد روز 17 همه برابر با 8 اکتبر صدای چندین انفجار پی در پی باعث ایجاد موجی از ترس میان شهروندان شد. با توجه به گسترش تنشها در خاورمیانه بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی در مورد احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی و موشکی ایران گمان زنی کرده بودند. در همین حال یک تحلیلگر نظامی با اشاره به حرکت تانکرهای سوخت رسانی آمریکایی در شمال خلیج فارس گفته تنها دلیلی که انفجار اصفهان را توجیه می کند حضور F-35 اسرائیلی بوده زیرا یک تانکر آمریکایی مدل KC-135 که معمولا فقط روی خلیج فارس پرواز می کند در ساعت انفجار بر روی عراق دیده می شود. این منبع اضافه می کند سوخت رسانه ترانسپوندر را 20 دقیقه قبل خاموش کرده. احتمالا در این ناحیه به 35 های اسرائیلی سوخت می دهد. بر اساس اعلامیه‌ای که به نقل از قرارگاه پدافند هوایی خاتم در رسانه های حکومتی ایران منتشر شده است، وجود هرگونه حمله خارجی در شهر اصفهان تکذیب شده است این قرارگاه صدای انفجارهای شنیده شده در اصفهان را مربوط به آزمایش سامانه جدید پدافندی دانسته است در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه در سپاه پاسداران گزارش داده که صدای انفجار شنیده شده در اصفهان به دنبال رویت یک شیء نورانی و فعالیت آزمایشی سامانه پدافندی صورت گرفته است این خبرگزاری وجود هر گونه اتفاق خاص دیگری از جمله رزمایش یا حمله خارجی را تکذیب کرده است. پیشتر نیز در 19 آوریل سال جاری و در واکنش به عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی علیه اسرائیل گفته شد که این کشور طی ای عملیات ترکیبی موشکی ریزپرنده پرنده به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان حمله کرده است. در آن زمان نیویورک تایمز با اشاره به تجزیه و تحلیل تصاویر ای از مناطق هدف حمله منتصب به اسرائیل به ایران گزارش داد که در حمله به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان بخش عمده از سامانه های پدافندی سیصد این پایگاه هدف قرار گرفته است همزمان ارتش اسرائیل امروز صبح طی بیانیه اعلام کرد که ساحل حسینی فرمانده ایرانی مقر شبه نظامیان حزب لبنان را از بین برده است بر اساس این بیانیه سهشنبه هفدهم مهر ماه نیروی هوایی اسرائیل در یک حمله دقیق و مبتنی بر اطلاعات در منطقه بیروت ساحل حسینی فرمانده مقر سازمان حزب الله را از بین برد این مقر مسئول لوجستیک درون سازمان حزب الله گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است و وظیفه بودجه بندی و مدیریت واحدهای مختلف این سازمان را بر عهده دارد بیانیه ی ارتش اسرائیل افزود که حسینی نقش مهمی در انتقال سلاح ها بین جمهوری اسلامی و حزب الله داشت و مسئول توزیع تسلیحات پیشرفته میان واحدهای حزب الله بود. حسینی در نقش خود مسئول بودجه بندی و مدیریت لوجستیکی حساس ترین پروژه های حزب الله از جمله طرحهای جنگی این سازمان و سایر عملیات های ویژه مانند هماهنگی حملات علیه دولت اسرائیل از لبنان و سوریه بود. در شرایطی که تنش ها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران دو کشور را تا استانه جنگ پیش برده است گمان زنی ها در مورد احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران افزایش یافته و امکان و توانای اسرائیل در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به موضوع بحث تحلیلگران و رسانه ها تبدیل شده است. پس از انتشار گزارش درباره آماده باش جنگی نیروی نظامی و امنیتی ایران از بیم حمله متقابل اسرائیل، فرماندهان سپاه پاسداران ارتش ایران بار دیگر تاکید کردند در صورت حمله اسرائیل پاسخ قطعی دریافت می کند. به گزارش ایسنا عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران در اظهاراتی دوشنبه گفت اسرائیل در صورت حمله پاسخ محکمتر و ویران کننده تری دریافت می کند. در همین حال برخی از رسانه های اقتصادی از خروج نفتکش های ایران از خلیج فارس از بیم حمله اسرائیل خبر دادند داده های ردیابی کشتی ها در چند روز اخیر نشان داده است که نفتکش ایرانی در حال خروج از دریا هستند تا از دسترس جنگنده های اسرائیلی خارج شوند. دیلی اکسپرس نیز تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده که نشان می‌دهد های ایرانی از جزیره خارک دور شدهاند. کاربران رسانه های اجتماعی همچنین ویدیوها و تصاویری درباره گشتنی هوای جنگنده های ایرانی بر فراز شهرهای بزرگ و مراکز حساس اقتصادی و هسته منتشر کردند که به نظر میرسد همچنان ادامه دارد. یک شب فرودگاه های ایرانی برای چند ساعت بسته و آسمان ایران خالی از هواپیما شد که منجر به بینظمی شدید در برخی از خطوط شد و تا برخی از هواپیماهای مسافربری ناچار به فرود در اولین فرودگاه یا بازگشت شدند اما این محدودیت در اواخر شب لغو شد در همین حال نمایندگان مجلس ایران نیز طرحی درباره تشکیل پیمان دفاعی امنیتی گروه های مقاومت و کشورهای حامی آنها را مورد بررسی قرار دادند که بر اساس آن ستاد مشترکی برای عملیات بین نیروهای مورد حمایت ایران و نیروهای ایرانی ایجاد خواهد شد روزنامه کیهان روز دوشنبه با اشاره به احتمال حمله هوایی اسرائیل به ایران نوشت هواپیماهای اسرائیلی برای رسیدن به ایران باید دو تا سه ساعت در راه باشند اما موشک های ایرانی در کمتر از ده دقیقه تلاوی و حیفا را با خاک یکسان خواهند کرد. این در حالی است که روزنامه های اسرائیلی از جمله جروزالم پست ضمن تایید خسارات جزئی در حمله موشکی اخیر حکومت ایران به اسرائیل برآورد کردند که ایران در این حمله از پیشرفته ترین موشک های خود استفاده کرده بود. پس از سفر فرمانده سنت کام به اسرائیل، وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل نیز به رایزنی برای بازدارندگی در مقابل ایران پرداختند. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا، در این گفتگوی تلفنی هر دو طرف متحد شدند با ایجاد بازدارندگی، اجازه سوء استفاده حکومت ایران و گروه های تحت حمایتش از موقعیت فعلی یا گسترش درگیریها را ندهند. با اینکه برخی از رسانه های اسرائیلی از طرحهایی برای حمله به زیر ایران و همچنین مراکز اتمی نفتی و حتی برخی از اماکن حساس حکومتی نظیر بیت خامنه ای سخن به میان آوردند اما محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور ایران میگوید این تهدیدها برای ما شوخی است در همین حال شروین پور خواننده محبوب ایرانی و برنده جایزه گرمی در پاسخ به او در شبکه اکس نوشته است برای 25 میلیون نفری که زیر خط فقر هستند این تهدیدها شوخی نیست اما او ساعتی بعد ناچار به حذف این پست شد با افزایش نگرانی درباره احتمال حمله اسرائیل فشار دستگاه امنیتی و قضایی بر هنرمندان ایرانی نیز افزایش یافته است و دادستانی انقلاب اسلامی علیه نوید محمدزاده بازیگر مشهور به دلیل انتشار یک استوری در اینستاگرام در مخالفت با حمله موشکی و در گرفتن جنگ بین ایران و اسرائیل اعلام جرم کرده. پیش از این نیز برخی از هنرمندانی که در رسانه های اجتماعی به ابراز مخالفت با جنگ پرداخته بودند، تهدید به برخورد قضایی شده و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از حامیان حکومت خواسته بود تا این افراد را جهت پیگرد معرفی کنند. همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه از کانال کیوسک رسیدیم. نظر شما در ارتباط با این اخبار چیست؟ دیدگاه خودتون رو در ارتباط با این خبر از بخش کامنت های این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.